زنی بود که وقتی از عشق صحبت میکرد مسئله بدن برای او مطرح نبود، اگرچه وقتی مردم توی کتاب میخوندن که گناه کردم گناهی پر زلزت، چیز دیگری رو نمیدیدن غیر از اینکه یه زنی رفته یه کار گناه آلوده کرده، یعنی کار بدی کرده. ولی اگر مردم همین هایی که این شعر رو اینطور برداشت میکردن ازش، اگر مولوی رو میخوندن و میفهمیدن که چند قرن پیش مولوی چی گفته راجع به عشقش، بعد راجع به فروغ قضاوت بهتری میکردن. ما متاسفانه ایرانی ها آدم های عجولی هستیم و آدم های قاضی های بسیار بدی هستیم. ما همیشه در مورد خودمون خیلی خوب قضاوت میکنیم، خودمون رو بهترین دنیا میدونیم، ولی هر چیز دیگه ای رو که میبینیم که از خودمونم بهتره بد قضاوت میکنیم و او رو نفی میکنیم که مبادا جای خودمون هنگ بشه. فروغ رو نفی میکردن، فروغ رو اصلا قبول نداشتن. که گرم آتشین بود گناه کردم میان بازوانی که داغ و کینه جوی و آهنین بود گناه کردم 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 در آن خلوت گه تاریک و خاموش نگاه کردم به چشم پر ز رازش دلم در سینه بی تابان لرزید خواهش‌های چشم پر نیازش گناه کردم 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 گه تاریک و خاموش پریشان در کنار او نشستم لبش بر روی لبهایم هوس ریخت زندوه دل دیوان رستم فرو خواندم به گوشش قصه اش تو را میخواهم ای جانان من تو را میخواهم ای آغوش جان بر تو را ای عاشق دیوانه من گناه کردم 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 هوس در دیدگانش شعله افروخت شراب سرخ در پیمانه رقصید تن من در میان بستر نرم به روی سینه اش مستانه لرزید گناه کردم گناهی پر ز لذت کنار پیکری لرزان و مدهوش خداوندا چه میدانم چه کردم در آن خلوت گه تاریک و خاموش گناه کردم 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 گناه